فاصله خانه رجینا الی مکتب همراه با بایسکل دو و یک بر چهار مایل می باشد و تا خانه دوستش یک و پنج بر اشت مایل است. در مجموع رجینا چند مایل بایسکل سواری کرده است. اول دو و یک بر چهار مایل فاصله را طی کرده و بعدا هم یک و پنج بر اشت مایل. پس حاصل جمع مجموعه مایل هایی که او با اسکل رانی کرده است می باشد برای دریافت این حاصل جمع می بینیم که می تا تمام اعداد را اضافه نماییم با خاطر که این دقیقا نمانند دو جمعیک که بر چهار جمع یک جمع پنج بر هشت است بنابراین ما فقط نظر به دستور پیش می رویم اگر می خواهید که به آن طریق نشان دهید در ابتدا دو جمع یک را جمع می نماییم اجازه که این کار را انجام دهم ده دو جمع یک مساوی بسته می باشد و بعدا باید یک بر چهار جمع پنج بر اش را جمع نماییم و به خاطر جمع کردن ایندو کسر باید کوچکترین مزرب چهار و اش را پیدا کنیم این مخرج جدید ما خواهد بود هشت بالای هشت و چهار قابل تقسیم است بناا آن کوچکترین مذرب چار و اشت می باشد و مخرج ما هشت خواهد بود. واضح است که پنگ بر اشت هنوزم پنج بر اشت است. حالا برای رفتن از مخرج چار و اشت باید مخرج را ضرب دو نمایید و صورت را نیز باید ضرب دو نماییم. پس یک ضرب دو همان دو می شود. و هنوز این سی را داریم. دو و یک بر چار جمع یک و پنج بر اشت با این کاملا یکسان می باشد. ما سه را داریم. و بعدا بالای هشت ما دو جمع پنج را اضافه می کنیم. و ما داریم هفت بر هشت. پس این مساوی به سه و هفت بر هشت مایل خواهد شد. او در مجموع سه و 7 بر 8 مایل با اسکل سواری کرده است حالا می خواهیم که یک موضوع را بسیار واضح بسازم تا کنون ما این عدد مخلوط را اضافه کرده ایم بخش کسر همیشه به شکل کسر مناسب ختم می شود سرعت کوچکتر از مخرج بود اما می خواهیم که برای تان چند مثال کار کنم تا نشان دهم اگر سرعت کوچکتر از مخرج نباشد آن وقت چی کار خواهید کرد ما یک و پنج بر هشت جمع دو و چار بر اش را داشتیم. اگر تنها عدد اصلی را جمع کنید، یک جمع دو مساوی به سه می شود. پنج بر اش جمع چار بر اش نوی بر هشت می شود. بنابراین سه جمع نوی بر اش را به دست می آورید. حالا بسیار عجیب خواهد بود اگر فقط بگوید که آن با سه و نوی بر اش کاملا یکسان است. به خاطر که شما یک عدد مرکب همراه با یک عدد کامل و کسر نامناسب دارید اگر می خواهید که آن را یک عدد مرکب بسازید کسر بهتر یک کسر خاص می باشد پس چیزی که نیاز دارید باید نوع بر اشت را دوباره بنویسید و می دانید که نو بر اشت دقیقا با یک و یک بر اشت یکسان می باشد هشت با نو یک بر حساب می شود و یک باقی می ماند پس این یک و یک بر اشت است بنابراین این با 3 جمع 1 و 1 بر 8 یکسان است. حالا می توانیم که عداد اصلی را جمع نماییم. 3 جمع 1 مسایبه 4 میشود و بعدا شما 1 بر 8 را بالای 3 دارید. 4 و 1 بر 8 من فقط خواستم برای شما چگونگی ختم شدن یک کسر به شکل نامناسب را شرح دهم. ده